سلام بچه ها، به کانال کامیک فکت و کامیک بتمن هاش خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز قصد دارم بخش سوم یعنی بخش پایانی این مجموعه جذاب رو برای شما عزیزان تعریف کنم. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم و از دست ندید. شما رو به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. تا آخر اون همراه ما باشید. بتمن اخیراً با کتوومن وارد رابطه شده و متوجه شده که اتفاق مرموزی داره توی گاتهام رخ میده. یک نفر زنجیری رو تحت کنترل داره و میکشه و سعی داره که به بتمن پایان بده. کراک قاتل و پویزن آیوی هم درگیر ماجرا هستن. بتمن با سوپرمن و همچنین با جوکر مبارزه کرد. در تمام این مدت یک مرد با صورت باندژی همه اتفاقات رو زیر نظر داشت. توی قسمت قبل دیدیم که هاروی دنت با یک صورت ثابت ظاهر شد و به گوردون گفت که داره اتفاقات بزرگی توی گاتهام رخ میده و همه اونها برای این هستن که بتمن رو متوقف کنن. خب بیاین بریم به بتکیو. بتمن سعی داره که همه مشاهداتش رو بذاره کنار هم. بتمن و کتوومن داشتن با هم هم فکری میکردن که ببینن حرکت بعدیشون برای حل این راز و رمز چیه، که ناگهان تیم دریک پرید داخل تا با کتوومن دعوا کنه. تیم دریک گفت: تو نباید اینجا باشی. تو حتما اومدی که بتمن رو گمراه کنی یا چی ها؟ اونا عقب و جلو میرفتن تا اینکه بتمن اومد و بهشون گفت: کافیه. تیم به بتمن گفت: تو نباید به اون اعتماد کنی بتمن. آوردن کتوومن به اینجا و گفتن هویتم بهش انتخاب خودم بوده. تیم بهش نگاه کرد و گفت: بهش گفتی؟ کتوومن ازشون دور شد و سوار یکی از بت بایک ها شد و رفت. تیم برگشت و به بتمن گفت: تو فکر میکنی اونو خریده؟ بتمن گفت: یک راه برای فهمیدنش وجود داره. و افتادن دنبال کتوومن. کتوومن با عصبانیت میروند. همه چیز به هم ریخته بود و یک چیزی توجهش رو جلب کرد. هانترس با موتورش از راه رسید و جلوی کتوومن رو گرفت و شروع کردن به زدن حرفای قلمبه سلمبه و بعد شروع به مبارزه کردن و کتوومن نمیدونست چرا هانترس داره باهاش میجنگه. بتمن و رابین داشتن نگاهشون میکردن. اونا تو کل مسیر دنبالشون بودن و حالا داشتن دعواشون رو تماشا میکردن. بعد بتمن پرید هانترس و کتوومن رو از هم جدا کرد و به کتوومن شیشه ی عطری رو داد و گفت اینو به هانترس بزنه تا بخوابه. کتوومن سورپرایز شد و گفت: تو منو دنبال میکردی؟ رابین داشت از اون بالا همه ی اوضاع رو دید میزد. قرار بود که اون همه چیز رو کنترل کنه تا بفهمه چه کسی پشت این ماجرا هست. و وقتی که حواسش نبود، مرد بانداژی مشتی به فکش زد و نفهمید چه اتفاقی افتاده. اون پایین بتمن به کتوومن گفت: آماده شو بریم. ناگهان اسکیرکرو با موتور هانترس وارد شد. بتمن یقه اسکیرکرو رو گرفت و چسبوندش به دیوار و گفت: همه این ماجراها زیر سر توه هان؟ تو جوکر و هارلی کوین و پویزن آیوی و کیلر کراک و کتوومن و من و هانترس رو به کار گرفتی. تو باعث شدی اون با کتوومن در بیافته. اسکیرکرو بهش نگاه کرد و گفت: تنفس من باید بهت آسیب برسونه. اما قبل از اینکه بتونه حرف دیگه ای بزنه، بتمن ناگهان بترنگ رو تو سرش خورد کرد و افتاد زمین. بتمن برگشت تا مرد بانداژی رو ببینه، همون مردی که همه چیز رو از اون اول تحت نظر داشت و ظاهرا مسئول همه اوناست. اون تیم دریک رو گرفته بود و ایستاده بود و گفت: اصلا به این شیاد اهمیت میدی؟ بتمن گفت: بذار این پسر بره. تو کی هستی؟ مرد بانداژی شروع کرد به باز کردن باندهای صورتش و ناگهان جیسون تاد ظاهر شد، رابینی که بتمن از دستش داده بود. اون سالها پیش توسط جوکر به قتل رسیده بود و تیم جانشین رابین بود. اون در حقیقت هاروی دنت که ما فکر میکردیم نیست. قبل از اینکه جیسون بتونه آسیبی به تیم برسونه، کتوومن از راه رسید و تعادل جیسون رو به هم زد و تیم رو از اونجا دور کرد. بتمن پرید و جیسون رو گرفت و سر کتوومن فریاد زد: مگه بهت نگفتم پیش هانترس بمون؟ رابین به کتوومن نگاه کرد و گفت: من نمیدونستم باید از تو مراقبت کنم. ناگهان تاد مشتی به صورت بتمن زد و گفت: تو همیشه به من در درجه دوم نگاه میکردی. اصلا برات به خوبی بقیه رابینا نبودم. بتمن از دعوا دست کشیده بود، پس جیسون رو روی زمین انداخته بود و گفت: چجوری تونستی بذاری منو بکشن؟ بلند شو با من به جنگ. یکم توجه از خودت نشون بده بتمن. اگه بدونی چه کسایی میخوان وارد داستان شن، از تعجب شاخ در میاری. آدمای زیادی هستن که میخوان ازت انتقام بگیرن. بتمن تکونی خورد و با بترنگ زد به پای جیسون و بعد شروع کرد به مشت زدن بهش و گفت: اگه تو واقعا کسی که میگی هستی باشی، باید بدونی چی شد که رابین کشته شد. و با تصور اینکه این شخص جیسون نیست، شروع کرد به تاب خوردن دور جیسون تا اینکه شیاد داستان ما پا به فرار گذاشت. بتمن ترابش رو فرستاد سمت اون.
و کتومن هم افتاد دنبالش، اما تیم جلوش رو گرفت و گفت حتی اگه اونم جیسون نباشه، مرده ی جیسون هم هنوز دنبال اونه. روی پشت بوم ساختمون کناری جیسون سعی داشت که به بتمن مسلط شه و بهش گفت کتومن تو رو منحرف کرد و بعد از اون مرگ توماس الیوت تو رو گمراه کرد. تو حتی با جوکر و راسل غولم ملاقات داشتی، اما هرگز متوجه نشدی که اون کی بود. اون تمام مدت جلوی چشمت بوده. بتمن به گذشته فکر کرد و فهمید که جیسون شیاد یکم درست میگه. بتمن توی خیابون جرم و جنایت فرود اومد و دید که تایر جلوی سمت چپ بتموبیل که منفجر شده بود دقیقاً همون تایری بود که جیسون وقتی همو ملاقات کرده بودن دزدیده بود. همه اینها برای این طراحی شده بود که بتمن فکر کنه اون از همون اول جیسون تاد بوده. اما بتمن یهو یقه جیسون رو گرفت و گفت تو رابینی که مرده بود نیستی. یک حقیقت وجود داشت که به بتمن ثابت میکرد که این رابین نمیتونه جیسون تاد باشه. اون اصلا اون رو بروس صدا نزد. بعد از اون چهره واقعی جیسون شیاد مشخص شد. اون تمام مدت کلیفیس بود. کتومن و تیم وارد صحنه شدن تا به بتمن بگن هانترس با موتور فرار کرده. بتمن فکر کرد که میتونه به کتومن اعتماد کنه و بعد گفت که باید بهش اعتماد کنه. اون یکی از معدود کساییه که داره. بتمن هنوز گیجه، چون این اتفاق توسط جیسون هماهنگ نشده بود و هنوز هم یک مغز متفکر پشت همه این ماجراها وجود داره و همه سر نخا هم میرسه به جیسون تاد. پس اون شخص کجا میتونه باشه؟ بتمن تصمیم گرفت که به برج ساعت بره، چون اوراکل اونجا بود و سعی در ردیابی همه این ماجراها داشت. اون گفت هیچ کدوم از این اتفاقات ردیابی نشده و همه اونا ساخته ی ذهن بتمنه. همه شرورها کارهای دیگه ای انجام دادن و همه تحت فرمان شخص دیگه ای بودن. کلر کراگ یک پسر بچه رو دزدیده. پویزن آیوی از کتومن یکی از دوستاش استفاده کرد تا پور رو بدزده. جوکر جوری رفتار کرد که انگار یکی رو کشته. و هارلی کوین؟ خب اون فقط هارلی کوین بود، اما اون هم با جوکر بوده. اما کسی که پشت این ماجراها بوده سعی داشته که اون فکر کنه جیسون توسط چشمه لازاروس زنده شده و برگشته که بیاد سراغش، و حالا مشخص میشه که اسکیلکرو همه این نقشه ها رو ریخته. بتمن گفت چه اتفاق مزخرفی داره میافته؟ بتمن پشتش رو به اوراکل کرد و بعد اوراکل ازش یک سوال عجیب پرسید. تو کی سرتو جراحی کردی؟ در مورد جراح توماس الیوت چی فکر میکنی؟ چرا از اون درخواست کردی ها؟ بتمن برگشت به سمت اوراکل و پرسید برای چی اینا رو میپرسی؟ اوراکل بهش نشون داد که یک تقویت کننده وارد کامپیوترش شده و وقتی که با توماس ارتباط دارن تصویر توماس رو نشون میده و به نظر میرسه توماس ذهن بتمن رو دستکاری کرده و فقط یک شخص وجود داره که میتونه اینجوری تقلب کنه. هارولد یک مرد لال قوز داره. بتمن مدت ها پیش بهش شغل داده بود و اون توانایی قابل توجهی تو کار کردن با کامپیوتر داره. پس بتمن اونو آورد و بهش اجازه داد که با بت کامپیوترها کار کنه. بتمن و اوراکل قرار ملاقاتی رو با هارولد روی پل گاتام توی یک شب طوفانی تنظیم کردن. بتمن بهش نزدیک شد و گفت اون به تو چی داد که باعث شد به من خیانت کنی هارولد؟ هارولد برگشت و گفت شادی. بتمن گفت تو میتونی حرف بزنی؟ هارولد گفت اون به من پیشنهاد داد که اگر تقویت کننده رو جاسازی کنم منو خوب میکنه. اون میدونه که تو پشت اون ماسک هستی. اون راجب بدکیف میدونه. بتمن به هارولد گفت هارولد من میتونم تو رو ببخشم، فقط به من بگو که چه کسی پشت این داستان است. اما قبل از اینکه هارولد جوابی بده دوتا گلوله به سمت شلیک شد. بتمن برگشت و مرد بانداجی رو دوباره دید. اون هاروی دنت نبود، اون جیسون تاد نبود. این مرد کی میتونه باشه؟ اوه اون دوستت بود بروس. و بعد به سمت بتمن آتیشی فرستاد. بتمن پرید سمتش و به صورتش لگد زد و گفت همه چی امشب تموم میشه. و ناگهان بتمن گردن بند توماس الیوت رو دید که از گردن اون مرد آویزون شده. بتمن با خودش فکر کرد اون اسم منو میدونه. اون گردن بند توماس الیوت رو پوشیده. اون چیزایی رو گفت که فقط توماس الیوت میدونه. اما توماس الیوت مرده. بتمن فریاد زد تو کی هستی؟ مرد گفت برات عجیب نیست که از بین این همه شب ما امشب رو روی این پل ایستادیم؟ بتمن به گذشته فکر کرد این پلی است که پدر و مادر توماس روش مردن. توماس گفت پدر تو زندگی منو خراب کرد بروس. اون مادر منو نجات داد. اون قرار بود بمیره و به من اجازه بده همه ی ثروت خانواده رو به ارث ببرم. ناگهان انفجاری پشت سر بتمن رخ داد و افتاد زمین. توماس تفنگ رو به سمت بتمن گرفت و میخواست اون رو بکشه. اون میخواست به این ماجرا پایان بده. ناگهان گوردون فریاد زد دستاتو ببر بالا و زانو بزن. گوردون با دوستش هاروی دنت در صحنه حاضر شده بود. توماس به هاروی نگاه کرده گفت
مگه از چید من خبر نداری؟ آویدنت گفت آره، اما هر وکیل خوبی اینو میدونه که توافقات شکسته میشن. اون به قفسه سینه ای توماس شلیک کرد و اون رو از پل انداخت پایین. بتمن از جاش بلند شد و پرید توی رودخونه. اون باید میدونست پشت اون باند ها کیه. اون باید میدونست که اون توماس الیوت هست یا نه. اون توی رودخونه شنا کرد اما چیزی پیدا نکرد و بعد رفت بالای پل پیش گوردون و گفت توضیح بده. هاروی دنت گفت من کاری رو کردم که باید انجام میدادم. توماس در ازای کمکی که من بهش کردم صورت من رو درست کرد. من مطمئن هستم اگر قبلش رو بگردی چیزی جز خاک گیرت نمیاد. اون شمایی از توماس بود که برگرده و به خاطر اینکه پدر بروس اجازه داده مادر توماس زندگی کنه از بروس انتقام بگیره. اما بتمن هنوز هم سردرگم بود. بعد از چند روز بالاخره بتمن همه چیزو کنار هم گذاشت و متوجه شد چه کسی پشت همه این داستان است. بتمن به تیمارستان آرکام پیش شخص باهوشی که همه اینها رو سر هم کرده، یعنی کیلر کرایک، هارلی کوین، پویزن آیوی، حتی سوپرمن که تحت تاثیر آیوی درگیر این ماجرا شده و توماس الیوس رو علیه بتمن نشونده رفت. اون شخص ریدلر بود. اون داشت از سرطان میمرد و وقتی که با توماس ملاقات کرده در یکی از بیمارستان‌های محلی تحت درمان قرار گرفت. اما چشمه لازاروس چیزی بود که از اون برای درمانش استفاده شد. وقتی که اونها هم رو شناختن فهمیدن که یک دشمن مشترک دارن. بنابراین ریدلر مرد باندجی رو دعوت کرد. شروری که اون صدا زد به این اسم بود هاش. ریدلر با خودش گفت چیزی رو نقاب بتمنه و حالا دنیا منفجر میشه، مگه نه بروس؟ چه زمانی فیل روی فنس میشینه؟ چی؟ چه زمانی فیل روی فنس میشینه؟ وقتش یه فنس جدید گیرت بیاد، همه میدونن این یکی بی خوده. به خاطر همین من هیچ ترسی از تو ندارم. باید به الیوت میگفتی، نه کس دیگه. من تو رو میشناسم ادوارد نیگما. ریدلر اسم مستعار توه. ریدلر انگشتشو بالا برد تا بتمن رو ساکت کنه، اما فهمید که حق با بتمنه. پس تو نمیتونی از هویت من استفاده کنی. میدونی چرا؟ چون راز هنوز دنبال اون کسیه که از چشمش استفاده کرده. تو که نمیخوای با گروه قاتلان روبرو بشی. اما هنوز هم همه چیز ناقصه. بتمن پیش کت و من رفت و ازش توضیح خواست و ازش پرسید که چی میشه اگه اونا توسط ریدلر دستکاری شده باشن؟ چی میشه اگه این عشق هم یکی از برنامه های ریدلر باشه؟ اما کتومن گفت اینجوری نیست، این واقعیته. بتمن گفت من حس خوبی به این ندارم. دوستا، پارتنرها، عاشقا همشون با خیانت یا مرگ تموم میشن. و بتمن گفت اگه یه چیزی به ذهن من آسیب زده باشه چی؟ کتومن جلوتر اومد و گفت هش. بتمن دستای کتومن رو گرفت و گفت چرا اینو گفتی؟ کتومن بهش گفت تو داری به من آسیب میزنی بروس. بتمن با خودش گفت اگه اون جزی از این ماجرا باشه چی؟ کتومن بهش گفت بروس، برای یه لحظه سعی کن که کاراگابازی در نیاری و به یاد بیاری که ما اون چیزی هستیم که هستیم. میدونی؟ ممکنه که تو یه روز به این باور برسی. پس تا اون روز. و بعد اونجا رو ترک کرد. بتمن با ناراحتی سرش رو پایین آورد چون نمیتونست به کسی اعتماد کنه. این بود از پایان کامی که بتمن هاش. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی برده باشید. حتما منتظر سایر ویدیوهایی که واسه تون میسازیم باشید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا یک ویدیو کامیک فکتس دیگه، خدا نگهدار.